یه روز که همراهی مگه بارون بگیره، نه نم بارونم میتونه چتر ماشه، نه نم بارونم میتونه چتر ماشه. یه شب که بی سقفی مگه همسایه باشیم، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه. یه خونه غرق غصه، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جدا شه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. پاییزو یه بهار میبینم، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه. وقتی که تنهایی ما رو از هم نگیره، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جدا شه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. شما هم دارین جمع میکنی؟ مری شما قرار جمع کنی؟ ببین سراغ جان، بعد این زلزله بیاد دیگه من شما نداره که همه رو میلرسونه. شما هم رزمون؟ اینا همش نقش است، یه بازیه که ما رو از خونه در کنن. هنگامی جون، چی شده مادر؟ هیچی. کجا میری با این عجله؟ خب خانم خودتون انداختید بیرون، کجا داری میری یعنی چی؟ مگه من تو پرسیدم؟ طوری شده؟ نه خیر، چیزی نشده. یه دعوای کوچولو. دعوا برای چی؟ خانم ببخشید، دعوا برای چی؟ خانم اینا تا قبل از این داشتم مثل بچه آدم زندگی میکردم. همه این دعوا مرافعه هاست که سر شماست. ببینم مگه تو وکیل وسیع اینایی؟ بله خانم، برای اینکه اینا رو من ورداشتم آوردم اینجا، پس فردا طلبکار میشن. بگم واسه چی ما رو به زور ورداشتی آوردی اینجا؟ مگه نه؟ نه خیر، ما طلبکار نمیشیم از هیچکی. با اجازتون، خداحافظ. وایسا ببینم خانم، مگه دستور نفرمودین که از این خونه بریم؟ خیلی خب ما هم داریم میریم دیگه. تو و شوهرت با هم اومدین تو این خونه، با هم هم از اینجا میریم. مگه دیگه برای شما فرقی هم میکنه؟ ما که داریم از اینجا میریم. خب بریم، چه ربطی داره؟ شما هر جای دیگه هم رفتین باز باید با هم زندگی کنین. منم میام بهتون سر میزنم، ولی حق دعوا و جنگ و طلاق نداری. ببینید خانم، شما چند وقت از عمر ما رو هدر دادین. ما قبل از اینکه بیایم اینجا قشنگ داشتیم از هم جدا میشدیم، تکلیفمون هم روشن میشد. چند ماه علکی با هم توی خونه زندگی کردیم، دوباره برگشتیم سر نقطه اولمون. ما باید بریم واسه طلاق. خب قبل از اینکه بیایم اینجا هم داشتیم همین کارو میکردیم. بیخود برگرد پیش شوهرت. تو خدا بذارین این دفعه دیگه همه چی تموم شه راحت شیم. هنگام خانم، خانم دستور فرمودن که تشریف ببرید سر خونه زندگیتون. این دفعه هم کوتاه اومدن. خانم خیلی بزرگواری کردید، دست شما درد نکنه. اینا هم قول میدن که از این به بعد توی این خونه مثل بچه آدم زندگی کنن. باشه؟ بله، زندگی کنن.
ولی نه تو این خونه. تو هم به جای اینکه اینجا وایسی ایشونو ببر پیش شوهرش، بگو همینجور که با هم اومدیم با هم هم بریم. بله چشم، هنگام خانم تشریف بیاری. ای بابا، خانم ما دوست نداریم با هم باشیم با هم از اینجا بریم. زوره؟ بله زوره. تا موقعی که با شوهرت آشتی نکردی حق نداری از این خونه بری. همین، بریم. ایوه هنگام خانم، یه لحظه تشریف بیاریم شما. تشریف بیاریم بابا، کار واجبی دارم با تون. یه لحظه تشریف بیاریم، خواهش میکنم. بذارم بخواهیم. عالی شد. چی؟ مگه نگفت تا زمانی که آشتی نکردین حق نداریم اینجا بریم؟ خب این یعنی اینکه میتونی اینجا بمونید دیگه. چه جوری نداره که، به هیچ وجه کوتاه نمیایید. میرید پیش زمان خانوم، میگید زمان خانوم ما نمیتونیم با هم دیگه زندگی کنیم، از هم دیگه متنفر شدیم، هم دیگه رو دوست نداریم، به هیچ وجه من الوجود نمیتونیم اینجا باشیم، یا جدا میشیم از اینجا میریم، یا اینکه همینجا میمونیم. حل ها؟ بالاخره این افه طلاق یه روز به دردتون خورد. برید خوش باشید، برید واسه خودتون، برید. آقای محترم، برابر آخره دارم بهت میگم، همین الان راتو میگیری میری بالا و دیگه هم نبینم که دم به دقیقه سرتو بندازی پایین بیای تو زندگی خصوصی مردم دخالت کنی، فهمیدی یا نه؟ چرا جوک میگی حسام جون؟ شما که دارین از هم جدا میشین دیگه، زندگی نمونده که. مونده آقا جون، خیلی هم مونده. پس واسه چی دارین طلاق میگیرین؟ دلمون میخواد، هیچ ربطی هم به شما نداره. انگام جان تو خودتو ناراحت نکن، بی ورتو تو هم نمیخواد تو این اوضاع قمر در رنگ را بی خود اصابت بابت همچین آدمی خورد کنی. بیا تو. تو برو، من تکلیف این روشن کنم بیام. مبارکه، پس با سلامتی آشتی کردیم دیگه. نه نه خیر، میری یا به زور بفرستمت. دیگه پررو نشو، زنت اینجا بود چیزی بهت نگفتم، وگرنه چنان مینواختم زیر گوشت که صدا تا خونه بابات بره، فهمیدی؟ مسعود جان برو عزیزم، برو برای خودت شهر درست نکن. میدونی من سیمام یه مقدار قاطیه، بعد اون وقت انقدر میزنم اید که همین وسط زنده زنده جون بکنی صدای بز بدی. برو قربونت برم. برو. چشم. اینم حرفی بود. چشم. سلام علیکم خانم. بله مناسب. بابا کجایی تو؟ خوب دی در بزن. اگه من نمیتونم برو بسرم. وای ای وای، آب جوش بود؟ نه تازه گذاشته بودم رو گاز جوش بیاد. تازه یعنی که؟ هیچی، نیم ساعت بیشتر نبود. سوختم. نه یه سوختم. آخه بنگ بزنم آتش نشانی. تو هم نفت که آره کور شدم. چی شد؟ خانم این کفشه یا پاره آجره؟ کادوی جشن تولدمه، ناصر برام خریده، قشنگه. خیلی قشنگه. ای چرا وایسادی دمه در؟ تشریف بیارین تو. یعنی چی؟ مگه نمیریزد کورش کرد؟ هیچی، منظورم اینه که بیاین تو دور هم بشیم یه چای بخوریم، آب جوشه ها. مگه نگفتین آب جوش نبود؟ نه بود. بالاخره بود یا نبود؟ بود. نگیر سوختن، دارم میسوزم. وای نگیر سوخته که سوخته. بفرمایی نگیر سوختن. نگیر سوختن. اوه کور شدم. نگیر سوختم. چتونه؟ چی شده؟ الو الو آقای دشتی، سلام علیکم، من مسعودم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید، لطف کنید اگر دستتان بند نیست گوشی را برداشته، در غیر این صورت به محض دریافت پیغام حتما با من تماس بگیرید. شماره تماس من هم هست. الو الو، مثل که صدا نمیاد. الو، من بعدا با شما تماس میگیرم. اولاق، مگه تو تلفن داری که با تو تماس بگیره؟ واسه چی میگی با شماره تلفن من تماس بگیر؟
هنگ الو سلام علیکم آقای دشتی، من مسعودم. خواستم خدمتتون بگم که خونه زمان خانم تخلیه است. تکلیف همشون امروز روشن کردم. مستاجرا فردا تمام باروبندیشون رو جمع میکنن، همشون میرن. پیرزنه رو هم تا چند وقت دیگه دکش میکنیم بره خارج. اونش با من، شما نگران نباشید. الان دیگه هیچ ملالی نیست جز دوری شما. لطف کنید از طرف من فرشته خانم سلام برسونید و الو آقای بابا، من هنوز پیغامم تمام نشده که. الو ایول بابا، اصلا من نمیفهمم این هر دفعه میخواد ما رو از اینجا بیرون کنه یه بهونه درست حسابی داره. و این دفعه هیچ بهونه ای نداره. همین دیگه، دشتی مسعود انداخته وسط، مسعود مخ زمان خانم گذاشته پایین، زمان خانم داره ما رو بیرون میکنه. یعنی با هم تبانی کردن؟ خب معلومه، ما هر دفعه بلاهای بدتر از این سر این پیر زن آوردیم، ولی هیچ وقت برگ تصفیه حساب دست ما نداد. دو ساعت بعدش میمد میگفت خب بچه های خوبی باشین، با هم دیگه مهربون باشین، بلند چی بری سر زندگیتون. سوختم بابا. ولی من مطمئنم این دفعه هم کوتاه میاد. اتفاقا برعکس، به نظر من این دفعه سفت و سخت واسده که هممونو بندازه بیرون. حالا باید چیکار کنی؟ باشه، من نظرم اینه که همگی بریم پیش زمان خانوم، واسهش از سیر تا پیاز رو تعریف کنیم تا روشن شه. نه بابا، بدتر دوباره بهش بر میخوره، میگه مگه من بچه‌ام احمقم که دشتی و مسعود برام نقشه بکشن کلا سرم بذارن. من میگم یه چند روزی در واحدامونو قفل کنیم بریم یه وری. اوا کجا؟ واسه چی؟ یه وری میریم دیگه، یه چند روز که نباشیم دلش برامون تنگ میشه، قدر ما رو میدونه. بعد نایره جان اگه برگشتیم دیدیم خونمون اجاره دادن به یکی دیگه، اون وقت چیکار کنیم؟ نمیتونه، با ما قرارداد داره. بد فکری هم نیستا، خیلی وقتی یه مسافرت نرفتی. کجا بری؟ بریم ولایت ما، اونجا خوش میگذره. ناصر نه خوش نمیگذره. آقا احسان همگی پاشیم بریم شمال. آخ بریم، ما تا حالا شمال هم نرفتیم. ناصر دوبار رفتیم بگذره. همین آب و هوایی عوض میکنیم، همین که فقط زمان خانم نفهمه. پس اگه همه تو موافقین جمع کنیم همین امروز راه بیفتیم دیگه. بریم. آره بابا، منم فرشته جان. آره اگه این پسره یه سری اومد اونجا، یه ساعتی سرش گرم کن. آره یه چرت و پرتی بهش بگو دیگه. حالا اگه قله ازدواجم بهش دادی دادی. آره علافش کن، من دوباره بهت زنگ میزنم بابا. آره نه خونه بودم، یه سر اومدم سر ساختمون، الان دارم میرم یه جای دیگه. آها باشه، کاری نداری، خدا نگهدار. ناصر و نگیره. خب برو دنبالشون. من برم؟ آره دیگه. من میگم که تا اینا نیومدن پایین، من برم تو حیات سر و گوش آب بدم ببینم این زمان خانم تو حیات نباشه. خب ساکت تو بذار، بعد برو، اینجوری ببین نمیفهمی که. شانسو میبینین، تا ما میخواییم بریم بیرون عدل نشسته پشت پنجره. چه گیری کردیم ما بچه ها؟ یکی یکی باید بریم بیرون که شک نکنه. بریم اینم بار
بچه چی بار خودم این همه بار بندیلو چی کار میخوای بکنی؟ اینا رو منم بذارن خر تا میشم نمیشه. نه منظورم این نیست، من میرم حواسشو پرت میکنم از پشت پنجره بیاد کنار شما بری. آفرین باریکلا نگیره، این همه آدم عاقل اینجا هست ولی بذارین نگیره. گوش کنی گوش کنی، شما بری این پشت، من میرم در خونشو میزنم از پشت پنجره میاد کنار. بله سلام، حال شما خوب هستی؟ سلام، چی شده؟ هیچی به خدا. چرا قسم میخوری؟ کاریم داشتی؟ هیچی، فقط اومدم بپرسم که شما مطمئنی؟ از چی؟ از این که ما باید بریم. مگه شما مطمئن نیستی؟ از چی؟ که باید برین از اینجا. آهان چرا؟ خب پس چرا موندی؟ تشت میریم. نه زمان خانم میگم این دم آخر شما کار چیزی نداریم ما انجام بدیم براتون؟ اتفاقا چرا؟ یک خروار سبزی خریدم، میخوام بیایی کمکم کنی اینا رو خورد کنیم بذاریم یخچال. الان؟ پس کی؟ بیا بیا تو، اگه شما برین ها این سبزی ها میگنده، منم که حوصله سبزی پا کردن ندارم. آخه الان چیزه؟ آخه اینقدر آخه آخه نداره، اگه نمیخوای بیای من میرم هنگامه رو صدا کنم. نه نه هنگامه چرا؟ من مردم خودم یه مرد پاک میکنم. خب ها بیا تو. چشم. بیجون دیگه چقدر فس فس میکنی؟ آخه واسه یه سفر شمال انقدر لافتوشک میارن؟ اتفاقا کاش که ما هم آورده بودیم. ما بچه ها ول کنید تو رو خدا، یکی بر کمک این تا لو نرفتیم. کردی مادر؟ ببینم مگه عجله داری؟ نه خانم چه عجله؟ پس اینا چیه؟ ببخشید فکرم مشغوله، حواسم به کار نیست. چرا فکرت مشغوله؟ خب خانم شما الان جای ما کجا بریم خونه اجاره کنیم با این وضع مالی؟ مادر جان اگه بریم بگردین میتونین اون پای ماینا یه خونه خوب برای خودتون پیدا کنین. مگه ببینم آیه نازل شده که شما حتما باید بیاین بالای شهر خونه اجاره کنین؟ نه ما حرفی نداریم بریم پایین شهر، ولی شما اگه فردا روزی خواستین بیاین دیدن ما بهمون فحش نمیدین، نمیگین چرا قد خونهشون دوره؟ نه چرا بگم، اتفاقا من از اون پایینا خیلی هم خوشم میاد. برعکس من از اینجاها خیلی خوشم میاد. ای بابا سبزیت پاک کن، امروز یک عالمه کار داریم، اینا رو هم دیگه اینجوری پاک نکنی. یا ببین این چیه آخه؟ چشم. آقا جان این خانم شما نمیخوام بیان؟ آقا لابد دوست نداره بیاد. بیان بریم خوش میگذره، مخصوصا اگه نگره نباشه. بیان آقا پاشو برو بیارش، یه ساعت اینجا علفیم بوده دیگه. به من چه ربطی داره؟ ایوا زن توه. ببخشید چطور اون موقعی که فرستادینش پیش زمان خانم سرش گرم کنی شما در برین شما زن من نبود، الان یهو زن من شد؟ ببینم شما قبول داری که این خانم همسر قانونی شماست؟ نه خیر. خیلی پر روه این. خیلی با
بابا جان بیبریم اصلا خونه. مسافرت کردن با یه همچین زن و شوهر اصلا حماقته. اتفاقا جامون تنگه، دو نفر اضافی هست. این دفعه رو شما نه، این دفعه بعد با شما میریم. شما خوبه؟ من دوست دارم تو باشی جان. میدونم با همدیه اونجا میریم. کجا؟ شما تشریف ببرین، انشالله به تو خوش بگذره. بابا من که رانندگی بلد نیستم. احسان جان تو بیا، من تو نگیره با همدیگه بریم. بیا یه جب روی داره ها. بیا پایین ببینم بادو بیخوانی. نمیام ای زوره. اومدم بچه اینجا رو. سلام عرض شد. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوش آمدین. شما هم خوش اومدین. بالاخره رفتنی شدیم به سلامتی ها. نه خیر. آخه یکی از رفقاتون برای من پیغام گذاشته بود که اینجا رو تخلیه کردین رفتین. منظورش ما نبودیم. تا منظورشون کی بوده؟ منظورشون چهای فاضلا بود که تخلیه کردن. بامزه. با این جیب که نمیشه اسباب کشی کرد. میخواین زنگ بزنم سر ساختمون یه وانت براتون بفرستم ها؟ نه خیر آقای محترم، ما این خونه ها رو خالی نمی‌کنیم. تا این خرت و پرتا رو کجا میخوام ببرین؟ شمال. داریم میریم سفر. با کی؟ با خودمون. ای پس نیر خانم واسه همین عجله داره. بله لطف کنیم بهش بگی زودتر بیاد، ما منتظرشیم. یکم وایسیم، من کارتون دارم. ببخشید زمر خانم، من دشتی هستم، مخلص شما. سلام آقای دشتی، بفرمایید. خیلی ممنون، یه چند دقیقه میخواستم وقتتون رو بگیرم. بفرمایید. ممنون، با اجازه، خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید. همین میخواستین شما؟ مثل که جنابالی گند زدینا. خب پس یواشی که میخواستین برین؟ نه به چون ناصر. خب برین مادر، چه ایرادی داره؟ اتفاقا خیلی هم خوبه. نه میدونین چیه خانم، ما دیدیم تهران خونه گرونه، گفتیم بریم شمال اجاره پیدا کنیم. نگیر جو، به بقیه بچه ها بگو صبر کنم، من باشون کار دارم. قربونتون برم خانم، من میدونستم شما دلتون راضی نمیشه ما از اینجا بریم. نایر جون من راضیم شما از اینجا بریم. اتو گفتم حالا که شما داریم میرین شما، منم یکی دو روز باهاتون بیام یا آب هوایی عوض بکنم. با ما بیان؟ خب آره دیگه. قربان سلام عرض کردم. سلام آقای دشتی، چه عجب از این برا. خیلی ممنون، مزاحم نیستم که. مراحمین، بفرمایید. با اجازتون. بفرمایید، خواهش میکنم. نایر جان بقیه سبزی ها رو بذار واسه بعد، به بچه هم بگو صبر کنم، من باشون میام. آقا جمع جور کنیم بریم، فایده نداره دیگه. بی خیال بابا، کجا بریم؟ میریم اونجا خوش میگذره ها. چی رو خوش میگذره؟ مگه نمیبینی هنوز نرفته دشتی پاشد اومد اینجا؟ بله این دفعه قضیه جدیه، دشتی اومده یعنی ما باید بریم. واسه خوب شد نرفت، میمونیم خاک میریزیم به سرمون. حیف. بردین تو؟ از شوهر محترمتون بپرسین. برگردونی زمان خانم با ما میاد شما. دست شما درد نکنه خانم. از کنم خدمتون خانم، یکی دوتا از این کاجا دارن خوش میشن. چیزی ریختین پاشون؟ من؟ والا تا موقعی که من اینجا بودم اینا این یه عروس و داماد پلو هم بودن، حتما همسایه ها چیزی ریختن. اون بند خدا اهل این چیزا نیستن که. پس حتما آب زیاد ریختن پاش، کاجا که زیاد آب بدن خفه میشه. لابد دیگه،
این بچه ها که از درخت و باغچه سر در نمیارن. یادش به خیر روز که این کاجا رو کاشتیم، یادتون هست کی بود؟ چه حرفا میزنی، من تولد خودم هم دیگه به زور یادم میاد. همون روزی بود که فرشته دنیا اومد. به سن فرشته، به اندازه فرشته هم دوستشون دارم. بالاخره نظر فرشته چی شد؟ راجبه چی؟ مسعود دیگه. عرض کنم خدمتون که یکی از دلایلی که من کار زندگیمو ول کردم اومدم خدمتتون همینه. شما اگه دستور بدین من دخترمو به مسعود یا هر کس دیگه بدم، چشم بسته قبول میکنم. یعنی میخوام بگم دربست قبولتون دارم. من که تو این چیزا هیچ وقت دستور نمیدم، فقط میگم مسعود پسر خوبیه. به پیچ قضیه همینجاست. اگه مسعود بچه خوبی باشه، من از خدامه. کور از خدا چی میخواد؟ دوتا چشم بینا. غیر این خانم بفرمایید. متشکرم. من دارم میگم بچه خوبیه دیگه. من میگم نیست خانم. چرا نیست؟ چرا که خودتون فهمیدین؟ نه والا. پس چرا دارین این اون رفیقاش از خونتون میندازین بیرون ها؟ ببین آقای دشتی، اینو با اون قاطی نکن. من همه اون بچه ها رو دوست دارم، فقط برای اینجا میخوام یه چند تا مستجر جدید بیارم. اون که به چشم خانم میارم. اولا کار خوبی کردین که اینا رو از این خونه بیرون کردین. دوم خدمتتون بگم این پسر محسود آدم درستی نیست. من که غیر از خوبی ازش چیزی ندیدم. جلروتون بله، ولی پشت سرتون یه آدم دیگه است. ببین داری بهونه میاری، بگو نمیخوام بهش دختر بدم. من یه چیزی میارم، شما ملاحظه بفرمایید. اگه بازم فرمودین دخترمو بهش بدم، وجدانن همین امشب قرار عقدو میذاریم. چی؟ حالا چی شده؟ ببخشید. شما چند دقیقه تحمل بفرمایید. من الان یه چیزی میارم، شما با حرفمو باور میکنید. چی آخه؟ تو ماشینه، اجازه بدیم بیارم. با اجازه. بهتر از اینجا جا پیدا نکردیم برای نشستن توی خونه. سلام خانم. سلام. خرت و پرتاتون چرا تو راه رو ول کردین؟ حداقل یه جا میذاشتین من نبینم. نه ما منتظر شماییم که بیاین بریم دیگه. کجا؟ شمال دیگه. اصلا یادم رفته از بس که این دشتی حرف میزنه. الان ساکم میبندم. حالا ببینم چند روز میخواییم بمونیم؟ هر چند روز که شما دوست داشته باشین. من که یه هفته بیشتر حوصله‌ام سر میره. صبر کنین الان ساکن میاد. باشه ما منتظریم. ناصر تو یه هفته میخوای شمال بمونی؟ کمه، خب واسه زمان خانم بلیط میگیریم این برگرده، خودمون اونجا میمونیم. خودمون یعنی کیا؟ یعنی هممون دیگه. هنگام جان سری میری بالا ساکو چمدونا رو، من میرم میارم پایین، شما برو استراحت کن. آقا ما شمال نیستیم. خانم ما هم نیستیم. شمال ما نمیان نایر جان. ولی ما هستیم. تو با زمان خانم میخوای بری شمال؟ ایبی داره مگه؟ مگه تو نمیان؟ نه خیر. فکر میکنم که زمان خانم خودش تنهایی باید بره. نایره. به 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 آقای دشتی پدرزن عزیز خودم این طرفا. آقا گرفتی پیغام ما رو؟ بله. پس چرا زنگ نزدین؟ مگه تو تلفن داری؟ نه. پس چی میگی؟ هیچی همیجی میگم چاکرم. من مخلصم. بفرمایین که بفرمایین. شما بفرمایین من بعد میام. آقای دشتی از این به بعد دیگه خودم و خودت نداریم. اینجا همه دیگه ما این خونه هم مال خودمونه. فرشته خانم چقدر خوشحال شد که مستاجرها اینجا رو تخلیه کردن. بریم تو. تو تخلیه نکردی هنوز؟ من نه، من مجرد میام بیرون ولی متأهل برمیگردم تو. بفرمایید. 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 خواهش می‌کنم. یا الله. بفرمایید. سلام علیکم خانم. بفرمایید. سلام. بفرمایید. ببخشید. معلوم از تو کجایی؟
رفته بودم پیش فرشته خانم کمکشون کنم، آخه براشون بار اومده بود. فرشته خانم هم خوب شاگردی برای خودش دست پا کرده. آره دیگه، زرنگ ناقلا. ببخشید، من قول میدم تا زمانی که عقد نکردیم دیگه شوخی نکنم، خوبه؟ آوردمش خانم. تلفن واسه چی آوردی؟ اگه مسعود خان چند دقیقه من شما رو تنها بذاره خدمتتون عرض میکنم. چشم، من میرم بعد مزاحم میشم. واسه چی بره؟ خودش هم باید باشه. مگه این قضیه مربوط به مسعود نیست؟ آخه خانم شما، من میخوام برم مسافرت، وقت ندارم، فقط زود باشی. چشم. خانم به سلامتی اروپا تشریف میبرین؟ نه، شما. با کی؟ با بچه ها. شما که با بچه ها قهر کردین، بیرونشون کردین که؟ بیرونتون کردم، ولی قهر نیستم. تو نمیای شما؟ نه، فرشته خانم دستور دادن که فردا برم پیششون. خانم حاضره راش بندازم؟ تعمیریه؟ خانم چرا با آقای دشتی زحمت دادیم؟ میدادیم من خودم میبردم تعمیر میکردم میآوردم دیگه. تلفن خود آقای دشتیه. پس کادوه؟ نه خیلی، دست گله. چه پدرزن بانمکیه؟ توی روز روشن به تلفن میگه دست گل. بله، دست گلی که جناب عالی به آب دادیم. گوش کن. الو، سلام علیکم آقای دشتی، من مسعودم. خواستم خدمتتون بگم که خونه زمان خانم تخلیه است. تکلیف همشون امروز روشن کردم. مستاجرها فردا تمام بار و بندیلشون رو جمع میکنن، همشون میرن. پیرزنه رو هم تا چند وقت دیگه دکش میکنیم بره خارج. اونش با من، شما نگران نباشید. الان دیگه هیچ ملالی نیست جز دوری شما. لطف کنید از طرف من فرشته خانم سلام برسونید و الو. این جواب محبت های من؟ خیلی نامردی، خیلی. خانم حالا شما دستور بدید من چیکار کنم؟ بازم دخترمو بدم به هر چه آدمی یا نه؟ دیگه من یک سر سوزم برای این آدم ارزش قائل نیستم. هر کاری دلتون میخواد بکنین، فقط بریم بیرون. بیرون با شما مسعود خان. هری بیرون. نه خیر، شما هم تشریف ببرین، تو هم لنگه همونی. بریم بیرون، بریم دیگه، نمیخوام ریختتونو ببینم. آخه خانم جون. خانم جان مرد، دیگه نمیخوام ببینمتون. بریم بیرون. این تلفن تم ورده از اینجا ببر بیرون که دیگه به بهانه تلفن این ورا پیدا نشه. بریم بیرون. خانم مگه من در حق شما بدی کردم؟ همه تون بدی کردین، همه تون دروغ گفتین به من. بریم بیرون، دیگه نمیخوام ببینمتون. مایجوز جمتر بزن اینگامی جون. زمان خانوم، زمان خانوم، نکنه طوری شده؟ خب بریم تو یه جوری. زمان خانوم چه جوری بریم تو؟ من میگم بریم از پشت پنجره نگاه کنیم. هره بریم. از دست ما دلخوری؟ چی شد خانم با ما میای شما؟ دیگه هیچی برام مهم نیست. من برمیگردم پیش نیلوفر. تمام این خونه و زندگی مال شما. من فکر میکردم یه مش آدم با محبت دور خودم جمع کردم، ولی حالا میفهمم که همه تو منو برای این خونه ها میخواستی. متاسفانه شما فکر میکنی من خیلی سادم، من ساده گیر آوردی. نه خانم، به خدا اینطوری نیست. قسم نخور بی خود.
خانم ما نمیذاریم شما از اینجا برین، حتی اگه خودمون از این خونه ها بریم. برین دیگه، بی خود اصرار نکنین، من میرم. برین سر خونه زندگیتون، برین دیگه. Thank you.